من با رادیو LBC اینجا که 24 ساعت است و فقط صحبت 3 ساعت به 3 ساعت موجیش عوض میشه، موجیاش هم خیلی وقتا شخصیت های مهم هستن، شخصیت های سیاسی مهم هستن مثل MP. من اتفاقا MP بود تماس گرفتم و در مورد میدونی که روزای خیلی سختی برای همه ما بود که طالبان حمله کرد، دیدید که چه فاجعه ای بود. من تماس گرفتم بهشون گفتم که این کار بایدن، این خیانت بایدن، خیانت شما و سکوت شما فردا در خونه شما رو میزنه. برای اینکه بچه های افغانستانی حتی اگر در کشورهای غرب بزرگ بشن خیانت شما رو نمیتونن فراموش کنن و شما از این طریق هم میتونید تروریست پرور بشید. ولی به اینجا که رسید منو قطع کرد. مسئله اینجا اینا میدونن، اینا در مورد بایدن در مورد طالبان، من دائما گوش میکنم رادیو و تلویزیون ها رو، واقعا شرمندن و خیلی انتقاد میکنن از این حرکت غرب برای افغانستان، مردم و اعضای دولت. ولی مسئله اینجا اینه که میدونن، اما درد بزرگ ما ولی عزیزم، سام عزیزم و تمام شما شنوندگانی که دارین صدای منو میشنوید، درد بزرگ ما نبودن همبستگی است. کشورهای غربی زمانی که ببینند تمام اپوزیسیون در کنار هم قرار گرفتن و ملت رو در خیابان در کنار اپوزیسیون، اپوزیسیون در کنار خودشون ببینند، حکومت جمهوری اسلامی براشون مهم نیستش که، اونا منافع خودشون براشون مهمه، منافع شهروندان خودشون مهمه، کاری که هر کشوری باید بکنه در درجه اول، شهروندان خودش در درجه اول باید باشن. ما نمیتونیم اصلا، مسخره است که بگیم چرا به فکر ما نیستن. زمانی که ما به فکر خود نیستیم توقع داریم دیگران به فکر ما باشند. اینجاست که من حوار میزنم، عصبانی میشم خیلی وقتا از اینی که آخه تا به کی زیر پای یک دیگر رو خالی کردن، خودی به خودی زدن به خاطر حسادت ها و خودشیفتگی ها. اینجاست که اگر دولت های غرب نمیذارن اینا با پوتین و چین دست در دست هم، دیدی که اون عکس مشمئز کننده رو دیدید که رئیسی وسط وایساده و یه دست پوتین و یه دست جمهور چین هم بالا برده که مثلا ما پیروز شدیم. دنیای غرب همه اینا رو داره میبینه، اینا که بچه که نیستن. بریتانیا 800 سال دموکراسی داره با تمام ناشرفی های تاریخیش که کرده، ولی میدونن به همین جهت فعلا دارن مماشات میکنن. ببین یک غربی برای اینا مهمه، شهروند غربی. مگه کم همین اخیرن برای خانم نازنین پول دادن که آزاد بشه، برای اینکه شوهرش رفت نشست ها و روزه های و اعتصاب قضاهای بسیار طولانی کرد، کوتاه نیامد با این قضیه، با تک تک MP ها تماس گرفت، شوخی نگرفتن، یعنی نذار شوخی بگیرند. و همین جهته که دنیای غرب اگر ببینه مردم کشور ما، احزاب که این همه ما اپوزیشن داریم، من فکر نمی کنم، به جرئت دارم میگم، امیدوارم که شاید اشتباه میکنم، تصحیح هم کنید، اگر هر کشوری، کشورهای دیکتاتوری منظورانه، به اندازه ما اپوزیسیون دارن فعال، من فکر نمی کنم، من تا اونجا که من اطلاع دارم نداریم، و 44 سال اینا نتونستن در کنار هم قرار بگیرن. اما اگر در کنار هم قرار بگیرند و الیت ها مثل خود رضای شاهزاده، رضا پهلوی، شخصیت های مهم در کنار هم یک شورای کوچکتر قرار تشکیل بدن، امید بدن به ملت داخل کشور، شما ببینید ملت داخل کشور با داشتن اعضایی مثل بیانیه 14 که بسیار هم تعدادشون الان بیشتره از الیت های داخل کشور ما که من و تو توشون گمیم، ما این همه الیت در داخل کشور و در داخل زندان ها داریم، مگه کمن اینا؟ من و تو ممکنه نمیشناسیم اما هستن، بسیار هم هستن و بسیارشون رو میشناسیم. اگر در کنار هم قرار بگیرن دنیای غرب به راحتی جمهوری اسلامی رو میذاره کنار. اما چون نمیبینه، ببین حتی وقتی تحلیل میکنیم، وقتی برمیگردیم سال 57 نگاه میکنیم، ببینیم از کی یه دفعه غرب شروع کرد
بیشتر به طرف خمینی رفت. زمانی که ملت رو در داخل خیابانها دید، حرکتهای بزرگ رو دید و این انسجام رو دید، انسجامی که تمام گروه ها در کنار هم قرار گرفتن، تازه در برابر کی؟ برای کی؟ برای کسی که هرگز ازش هیچ اطلاعی نداشتن که یک انسان بیمار سایکوپت خمینی هیچ احساسی نداشت. همونقدر که به صراحت گفت هیچ. چه احساسی داری؟ گفت هیچ. و وقتی میکروفون تو دستش گرفت در همون بهش زهرا، با وقاحت برگشت گفت من تو دهن این دولت میزنم. دیگه مایی نبود. سایکوپاتیشو نشون داد، خودشیفتگی بیمارگونهشو نشون داد. سایکوپات خودشیفته احساس نداره، فقط میکشه. و این سایکوپات وقتی ایدئولوژی زیر دستش هست، وقتی دین زیر دستش هست، که او هم تازه، من بارها گفتم طالبان و داعش سنی و شیعه و حزب الله به اندازه محمد و علی شما و صدر اسلام هنوز جنایت نکرده. تازه وقتی یک همچین دینی زیر دستشه که توجیه میکنه واسهش، طبیعتا ما گرفتار این قضیه شدیم و هستیم. اما کشور ما، مردم داخل کشور ما خیلی من به زبان کردی و عربی صحبت میکنم، عربا اصلا این چنین مثل ما نیستن، خیلی عقبتر از ما هستن از شناخت اسلام. رنسانس شروع شد در اسلام و این حرکت ادامه پیدا میکنه، به شرطی که مردم کشور ما، در احزاب در کنار مردم کشور ما قرار بگیرن، جون بدن، پشت سر هم اینقدر حرف نزنن، زیر پای همدیگر رو خالی نکنن. وقتی شاهزاده رضا پهلوی پیام میده، میبینیم چه حمله میشه. دیر پیام میده، حمله میشه. آقای شریعت مداری یه چیزی میگه، حمله میشه بهش. شورای گذار، شورای تصمیم، هر فردی تا یه حرفی میزنه، بیانیه‌ای میده، شما نگاه کنید چه حمله های بیشرفانه و در کنارش خصمانه میشه. اینا رو اگر ما کنار بگذاریم، غرب هرگز دیگه به جمهوری ننگین و تو خالی اسلامی کاری نداره. غرب به طرف ملت میاد و اجازه هم نمیده که اینا داشته یک همچین بمب اتم پیدا کنه. اصلا شوخی نداره بمب اتم. هنوز ننگ هیروشیما بر پیشانی جنگ جهانی دوم بر آمریکا نقش بسته. مگه از بین میره؟ مگه شوخی اون جنایت؟ اینجاست که تازه در آن زمان، من فکر میکنم که تمام ما، فرد فرد ما، باید تلاش بکنیم دست به هم گرایی بزنیم و قدرت رو بدیم به مردم داخل کشورمون و ببینید که چقدر پایه های اینا پوسیده. اینا پایه های تمام حکومتشون موریان خورده است. با حرکت میدانی، درسته که هزینه داره، طبیعتا هزینه داره، اما امیدوارم هر چقدر که ما میتونیم هزینه رو کمتر کنیم برای مردم عزیز داخل کشور.